تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران از روز یکشنبه اجرایی شد و 27 کشور اتحادیه از ایران نفت خام نخواهند خرید. این تحریم‌ها که چند ماه پیش تصویب شدند، شامل معاملات بانکی و بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نیز می‌شود. آمریکا نیز تحریم‌های مشابه را از 11 تیر به اجرا گذاشته است. اتحادیه اروپا و آمریکا هدف تحریم‌ها را متقاعد کردن ایران به عقب نشینی از برنامه‌های هسته‌ای اعلام کردند، اما ایران می‌گوید این برنامه‌ها صلح‌آمیز هستند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تحریم‌ها را بی اثر دانسته، اما تحریم نهادهای مالی و تجاری و بانک مرکزی ایران را تحریم واقعی علیه ایران ارزیابی کرده است. ایران می‌گوید چین، هند و ترکیه جایگزین خریداران اروپایی می‌شوند، اما در سبد ارزی به جای دلار و یورو، روپیه و ین جای می‌گیرد، در حالی که 80% درآمد ارزی ایران از صادرات نفت تأمین می‌شود. کارشناسان می‌گویند افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت‌ها، افزایش هزینه زندگی و بیکاری تنها بخشی از عواقب تحریم‌ها بر زندگی مردم است.